سلام برنامه تحول، من محمد نصیف فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. قرار است جمهور شورای عالی تصمیم ساز دولت را شکل بده و حدوداً 25 نفر عضو خواهد داشت که در قضایای کلان مخصوصاً سیاست های جنگ و صلح افغانستان اینا تصمیم گیری میکنن. در ارتباط با چگونگی میکانیزم تصمیم گیری این شورا، در ارتباط با دادن صلاحیت ها به این شورا و در ارتباط با انعطاف رئیس جمهور بر تصمیم گیری های کلی شورا هنوز هم تردیدها و سوال های زیاد وجود داره. آیا رئیس جمهور واقعا میخواهد شورای را از احزاب سیاسی شکل بده که قسمت صلاحیت ها یا خواست های آقای غنی را برخلاف میلش تمثیل کنه؟ و آیا این شورا میتونه یک میکانیزم قابل اقناع را برای حوزه جنگ و صلح افغانستان ایجاد کنه که از دل از او بحث اجماعی ملی، بحث دیدگاه واحد از طرف کابل و نهایتا تمهیدات شکلدهی بحث گفتگوهای صلح و تصمیمهای کلان میسر باشه یا نه؟ موارد که میخوایم سرش بحث بکنیم. آقای عبدالستار مراد از عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان با ما هستند، آقای همایون جریر از به رهبری حزب اسلامی افغانستان و آقای جعفر مهدوی از حزب ملت افغانستان همشان در بس خود با ما خود بودن. از جمعیت اسلامی آقای مراد را در نیمه اول داریم. سخن شما بگم شما آقای مراد، پرسش خود ما در مورد شورا چیز واقعا پیشرفت در ارتباط و شکل گیری شده یا هنوزم فقط در لایه بحث است؟ شما سلام به شما و مردم نجیب ما. و بله، شورا یک جلسه امر خواهد داشت در 9 ماه هود و قرار گفته سخنگوی دولت از عذاب از هم عذاب برای برای ملی دعوت شده بود که 20 نفر اشتراک کرد. یعنی جلسه ابتدایی خود داشت این شورا. حالا این شورا هنوز شکل رسمی نگرفته آقای مراد، چی زمانی اعلان خواهد شد و با چی تعداد اعضا؟ اصلا این شورا خود در توافقنامه بین دکتر عبدالله و دکتر سبغنی این موضوع پیشنهاد شده بوده و آرام اینا او را اولین جلسهش در ماه هود گرفتن و شاید هم جلسه هایشون در روزهای نزدیک اعلان کردن جلسه بعدیشم. و ما به عقیده هستیم که یک شورای است که برای مدیریت بحران ایجاد شده و پیشنهاد شده. حالا سوالات زیادی هم در ارتباط با این وجود داره، اما قبل از اینکه به اون سوالات بپردازیم میایم سر از اینکه واقعا این شورا شکل میگیره یا تنها نشست های غیر رسمی است بین تیم آقای عبدالله و آقای غنی و توافقات قبلی که جنبه عملی پیدا نکرده، یا نه واقعا این شورا جور میشه و این شورا در سطح کلان تصمیم میگیره؟ من تو نظرم است که این شورا معمولا شورای عالی دولت در بعضی تشکیلات کشورهای دیگه در جزء ساختار تشکیلات عالی دولت میباشن، اما در افغانستان و تونست این شورا در اثر توافق بین دکتر عبدالله و دکتر غنی پیشنهاد شده و ساخته شده و این شورا بیشتر مشورایش الزامیت نداره و گوش میکنه بر رئیس جمهور و رهبری حکومت در موضوعات مهم و سرنوشت ساز کشور مشوره بده. پس این شورا یک شورای همشمول نیست، جریانهای مهم سیاست در افغانستان جزشی نخواهد بود، فقط آقای عبدالله و آقای غنی توافق کردند که یک شورا داشته باشند و بین خود روی کارت ها را به گونه مشورا می پیش برن. ولی ما به عقیده هستم که تو نیست، نه به شکل است که این شورا باید از شخصیت های مهم سیاسی کشور باشه و سیاسی از رؤسای نه از باید سیاسی... از باید حرف نمیزنیم آقای مراد، آنچه که اتفاق مفته. بله آقای فیاض برفتون، نه اگر این شورا قرار نباشه که از شخصیت های مهم ملی و رهبران احزاب مهم سیاسی نباشه، دیگه این شورا باز اما معنای خود از دست میده و در قضایای مهم ملی دستیم گرفته نمیتونه. حالا باز آمدیم بر پای امو باید ها، اما شما گفتید که جلسه اول ما داشتیم و این شورا یک شورای مشورتی است، تصمیمات الزامیت نداره، یک چیز شکل گرفته. حالا این چیز شکل گرفتگی چی قسم توافق شده؟ آقای غنی و آقای عبدالله چی قسم توافق کردن که تنها بین خودشان است یا میخواین که بگسترانن و اگر بگسترانن چی زمانه ممکنی اعلان شود؟
ما به قسم شورای عالی دولت وقتی که در توافقنامه دو طرف هم آمده، اون شورای عالی دولت منظورش از اونمو رهبری سیاسی کشور است که در هنگام بحران تصمیم گرفته میتونه. و این ارتباط میگه آقای فیاض به وضعیت کشور، به وضعیت بحران در کشور. اگر بحران در کشور جدی باشه، این شورا تصمیم جدی میگره و حکومت ناگزیر است که از تصمیم این شورا پیروی بکنه و او را در عمل پیاده بکنه، چون در هین و هنگام بحران حکومت تنها مسئولیت به دوش گرفته نمیتونه. ناگزیر است که اعضای بزرگ سیاسی و رهبرای ملی را شریک بسازه، چون موضوعات بسیار مهم پیش میاد. آقای مراد، یک مقدار هنوز این مسئله پیچیده تر شده میره وقتی شما بیشتر صحبت میکنین. آقای غنی، آقای عبدالله، آقای حکمتیار، آقای کرزی و آقای استاد سیاف شش تن صحبت کردن، جمع رهبرای دیگه که با این شورا میپیونده و یک بحث تصمیم سازی در حوزه صلح و جنگ افغانستان مخصوصا در شرایط موجود باید شکل بگیره، یا به بار دیگر رفتن به یک اجماع نظر در تصمیمات کلان سیاسی حکومت افغانستان. حالا این بحث یک مقدار امیدواری را شکل داد که کابل دارا آهسته آهسته یک اجماع نظر در مذاکرات با طالبان میتونه شکل بده یا ایجاد کنه. فکر میکنین که ما با مو صبر روان هستیم یا برداشت ها یک مقدار اشتباهی است؟ طبعاً نه، من به می نظر شما موافق هستم که این شورای عالی دولت که ساختام شوه اونم یک دو سه هدف مهم داره. ایجاد یک اجماع سیاسی است و سیم ساختن احزاب بزرگ سیاسی و رهبرای ملی در تصمیم گیری های بزرگ ملی است و خود شورای عالی دولت یک مکانیزم است که برای ایجاد یک توافق، یک اجماع، چه صلح باشه چه جنگ باشه. و مو خاطر ای اصلا پیشنهاد شده و ضمناً در پروژه شریک ساختن اقوام، احزاب و شخصیت های ملی در تصمیمایی است که واقعا اون تصمیمای عادی و روزمره نیست. شما پیشتر گفتین که شورا فقط مشوره میده، فکر میکنین که شورا بتونه یک جایی را بگیره؟ شورا بالکل از مشوره آغاز میکنه شورا، اما آرام آرام با ازدیاد بحران این شورا جایگاه خود پیدا میکنه و حکومت هم در حالت بحران نمیتونه بدون این شورا باز. یعنی چی؟ من نفهمیدم آقای مراد، امیره که این شورا از مشوره شروع میکنه و آرام آرام جایگاه خود. حالا این شورا به اساس یک چارچوب حقوقی جور میشه، این شورا به اساس دیالوگ بین چند نفر جور میشه، یعنی چی؟ یعنی تعداد میکانیزم شورا. من اتو برتون میگم آقای فیاض که این شورا در تشکیلات عالی دولت جایگاه خود نداره. در اصل توافق بین رئیس اجرائیه و رئیس حکومت، یا بگیم که رئیس شورای عالی مصالح ملی و همچنین رئیس دولت، ای به پیشنهاد شده و رئیس جمهور ای را ایجاد کرد و دلیل ایجاد کردنش هم اونمو دو سه چهار اهداف بود که پیشتر روش بحث کردیم. و هر قدر که ما به طرف بحران بریم، هر قدر که قضایای صلح یا جنگ جدیتر و مهمتر میشه، مشوره های این شورا هم جدیتر و مهمتر شده میره. چیزی که بتونه ما را لااقل از این بحران اجماع نظر بکشد در شرایط فعلی انتظار است که همه او را دارن. آقای مراد، حالا اگر توافقات سیاسی هم است، یک میکانیزم براش سنجیده میشه بین طرفین که خب ما توافق میکنیم 5 6 نفر 10 نفر 20 نفر که اینجا جمع شدیم، که اگر قرار باشه وضعیت بحرانی این میشه و تصمیم های کلان گرفته میشه، چگونگی گرفتن این تصمیم ها بر پایه چی باید باشه؟ استدلال باید بکنیم رئیس جمهور قبول کنه یا قبول نکنه، یا رئیس جمهور ویتو کنه، ما فقط میشینیم نظر میتیم و بیرون میشیم؟ چیزی که بتونه لااقل یک راه را باز بکنه برای گام های کلانتر یا تصمیم سازی ها، این شورا تصمیم ساز خواهد بود یا شورا است که فقط به عنوان یک نمونه به نام اجماع جور میشه و تصمیمات کلان در نهایت رئیس جمهور در ارتباط با حوزه جنگ و صلح افغانستان خواهد گرفت؟ آقای فیاض، کشور ما در آستانه یک تحول بزرگ است، چه صلح چه جنگ، در آستانه یک تحول بزرگ است. این شورای عالی ناگزیر است که لایه کاری خود بسازه، طرز العمل کاری خود بسازه، تصامیم خود، جایگاه تصامیم خود تثبیت بکنه و رول رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه و دیگر رهبران سیاسی و اهمیت و تاثیرگذاری مشوره ها یا تصامیمشان بعد در لایه کاری و طرز العمل کاری خود بعد بسازه.
این کارایی است که باید صورت بگیره هر چه زودتر. و این که واقعا شورا کدام سو میره و تا چند اندازه رول مهم بازی که میتونه در قضایای سیاسی کشور ارتباط میگیره با طرز عمل و برخورد خودی شورا و اعضای شورا در قبال رئیس جمهور، در قبال قضایا در کشور و امثالش. ما در شرایط مشابه یک مقدار با بنبست رفتیم آقای مراد. حالا پرسش اساسی است که تا چی میزان آقای غنی تمکین میکنه برای صلاحیت های شورا؟ فکر میکنین که آقای غنی شریک خواهد ساخت واقعا همین تعداد 20 نفر در تصمیمات کلان؟ اگر اوضاع کشور نرمال باشه و آرام باشه، تجربه ما همیست که نه اینا رو شریک نمی سازه. اما اگر اوضاع کشور به طرف بحران بره و به تصامیم بزرگ ملی نیاز باشه که دولت یا حکومت یا خود دکتر غنی توانایی تصمیم گیری دولت آسان ناشته باشه، ناگزیر است که به تصامیم این شورای عالی سر بگذاره و او را تطبیق بکنه. عناصر متفاوت تاثیرگذار بر برهم زدن یا فروپاشی شوراهای مشابه هم قبلا در تاریخ سیاسی افغانستان، در تاریخ نزدیک سیاسی افغانستان وجود داشت. اجماعها جور شد، ائتلافها جور شد، چترها جور شد، اما زود شکست. فکر میکنین که عامل هست که میتونه ناکام کنه این شورا را و یک مقدار تاثیرگذار باشه که ما به او سم نریم یا نه؟ ما به عقیده هستم که هر قدر تهدید بزرگتر باشه این شورا را منسجمتر و یکجاتر نگاه میکنه و تصامیم جدی نام میگره. تهدید از کجا؟ تهدید از کجا آقای مراد؟ تهدید از هر طرف، تهدید از طرف مخالفین مسلح حکومت یا دولت، تهدید از بیرون از کشور و از درون کشور. هر قدر تهدیدها جدیتر و بزرگتر ما بسته. از تهدیدات درونی بیشتر رنج میبریم آقای مراد. ما از اختلاف نظرها و بی اتفاقی های درونی بیشتر رنج میبریم. حالا تازه ترین مورد اختلاف نظر بین دوستم و آقای دوستم و ارگ ریاست جمهوری است که پای آقای عبدالله هم در او کشیده شده. حالا اگر این اختلاف نظرها پیدا میشه، این شورا میتونه بر از او مومد واقع شوه یا این عامل میتونه سبب توقف شورا شوه یا نه؟ آقای فیاض، یکی موضوعات روزمره و اختلافات روزمره اعضاب حکومت و اجرایه و حکومت بگویم، این اختلافات ادامه داره و طول 7-8 سال شما شاید بسیاری اختلافات اختلاف نظرها بودیم. اما ما که به شما پیشتر اشاره کردیم که تهدید چه از خارج چه از درون، اون تهدید است که واقعا بقای حکومت و بقای تک تک اینا رو تهدید میکنه. اون وقت است که باز فکر نمیکنم که در تقرر یا عزل یک والی اینا اوتو گپ مهم کنار بگذارن، بیان به این مسائل خود مسئول بسازن. او وقت وقتی گپا باز نمی باشه آقای فیاض، اگر متوجه باشی که او تهدید وقتی که اما بقای همه که تهدید شد باز همه کش میکنن یک جا شون و دفاع کنن، موضوعات خود ریزه رو کنار میگذارن. شما فکر میکنید که او تهدید رسیده و یک فضای جبرگرانه آشتی بین جریانهای سیاست در درون ایجاد شده؟ بله، ما خو قبلا به شما گفته بودم آقای فیاض در صحبت قبلی که برداشت من شخصا نیست که کشور میره به طرف صلح و کنفرانس استانبول دایر میشه، تمام مشمول طالبا هم اشتراک میکنن و این به اساس اونم یک توافق منطقوی است که به میان آمده و امریکایان با اون درک خود کار میکنن روی قضیه. تغییرات سیاسی، تحولات سیاسی در منطقه، در کشور، در خارج کشور شکل گرفته روان است. گیرم اگر او تو نشه برن گپ به طرف جنگ باشه، با دو صورت تهدید بسیار بزرگ است و عذاب سیاسی را برای ملی با هم یک جا میشن. این گله و گلبازی های خرد و ریزه خود باز کنار میگذارم. ایجاد شورا با توجه به صحبت های شما بر مبنای یک ضرورت احتمالی بر آینده است. حالا در این وسط یک سلسله اختلافات بین جریان‌های سیاسی با رئیس جمهوری وجود دارد. تازه در این مورد بس آقای دوستم است و قبلا هم آقای حکمتیار انتقادهای خیلی تند را نسبت به حکومت افغانستان داشت در بحث توافق صلح که با اونا انجام شده بود و موارد دیگه هم بین جریان‌های دیگه سیاست در درون هست که اختلاف نظر دارند. حداقل حزب جمعیت تحت رهبری آقای صلاح الدین ربانی با حکومت افغانستان یا موارد مثل ازی، چقدر فکر میکنن که این اختلافات بتانه یک بدنی را شکل بده که در او جریان های سیاسی با حکومت افغانستان برای یک خطر احتمالی بعدی آماده باش باشند و یک توافق نظر داشته باشند؟
خب واقعیت است که هنوز تهدید قدر به وضوح نمی بینن. دلیل اختلاف نظرها و انتقادات هم همیست و هرگاه او تهدید به واقعیت نزدیک شود، این تهدید است که متیاس هم تهدید میکنه و سلاونی خان هم تهدید میکنه و تمام حکومت دولت رهبری سیاسی در مجموع. به خاطر است که ما به زمان نیاز داریم. نه، منظور من این بود آقای مراد که بازی بیشتر بازی قدرت است. حالا اختلاف نظر درونی هم بیشتر به خاطر رسیدن به قدرت بوده. آقای دوستم، حالا اختلاف آقای دوستم با حکومت بر سر والی است و قبلا اختلاف آقای عبدالله با آقای غنی بر سر تقسیم کرسی ها بود. آقای محقق به سر چوکی ها ادعا داشت، آقای دوستم به می ترتیب و طرفای دیگه هم ای خواستار داشته و ای اختلاف نظر سبب ازی شده که ما با یک فروپاشی درونی مواجه شویم و نیاز پیدا شود که با یک اجماع کار شود. حالا اگر عوامل فروپاشی حل نشه، فکر میکنین که اجماع شکل خواهد گرفت؟ بله، بازم ما به یقین هستم که این تفاوت نظرهایی که در طول 7-8 سال ما تجربه کردیم، اونمو فرموده شماست که یک تلاش برای داشتن بیشتر قدرت سیاسی در اداره کشور است. و حالا این موضوع طوری است که تا وقتی که اوضاع نرمال باشه ادامه پیدا میکنه، در آینده هم ادامه پیدا میکنه. اما اگر ما واقعا به یک بحران، به یک حالت جدی مواجه شیم، همه این موضوعات کنار میگذارن، در پهلوی هم میستن و اونمو تمامیت ارضی، استقلال کشور، سلطه سیاسی و دستاوردهای 20 سال گذشته را یقینا برای حفظ ازی همگی متحد میشه. همین عقیده ما، فکر ما همین جناب آقای دوست. فکر میکنین که شورا چی زمان رسمیت پیدا خواهد کرد از دید شما؟ این شورا اصلا با اون توافقی که بین دکتر عبدالله و دکتر سبغانی به میان آمده، این رسمیت خود پیدا کرده. حالا بحث های از 25 عضو و یک عضو هم خانم است و موارد مثل ازی تازه در رسانه رد و بدل میشه و قرار یک چتر باید ایجاد شود که ایره رسمیت به حکومت افغانستان. ما به سمت میریم یا نه؟ ما فکر میکنیم که با تحول، با تغییر و تحولات سیاسی که شکل گرفته میره و جدی شده میره، این شورا هم موجودیتش، طرز کارش، جایگاهش تثبیت شده میره و به یقین که توقع ما همیست که این شورا باید زودتر جایگاه خود پیدا بکنه، طرز عمل کاری و صلاحیت ها و تاثیرگذاری تصامیمش باید تثبیت بکنه قبل از اینکه اینا رسم کار آغاز بکنن در پهلوی حکومت و مشوره خود به حکومت بدن. آخرین پرسش آقای مراد، آیا رئیس جمهور به طرف اجماع واقعا روان است و اراده مصمم برسیدن به اجماع دار است؟ دیدش معنا اگر بازم ما اگر برد میگم آقای فیاض، خب اگر در حالت نرمال باشه و تهدیدها جدی نشه، رئیس جمهور چندان پروای اجماع نداره و اون مثل این طول ای افسال اشسال یک دست حرکت کرده و عرف خود رو به کرسی شانده و مشوره چندان گوش نکرده، بعد از این عموتو میکنه. اما اگر این تهدیدات جدی شده بره، چاره نداره جزی که به اجماع سیاسی خود برسانه و به حرف رهبران کشور گوش فرا بده. بسیار زیاد تشکر جناب آقای مراد از اینکه حضور یافتین. ممنونتان. عبدالستار مراد عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود که در ارتباط با چگونگی تشکیل شورای عالی تصمیم گیری حکومت افغانستان صحبت بکرد. قبل از اینکه با آقای جریر بریم، یک وقفه کوتاه میگیریم. سود برمیگرد. دوباره خوش آمدید. آقای همایون جریر عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان از کابل با ما وصل هستند. خوش آمدید. بگم شما آقای جریر، پرسش شما در مورد چگونگی تشکیل احتمالی شورای عالی تصمیم گیری حکومت افغانستان. ملاقات های شد و عکس ها هم در سوشال میدیا بیشتر رد و بدل شد. انتظار می رفت که آقای غنی یک شورای 25 نفری یک اعلام بکنه با عضویت یک زن در تصمیم های کلان، مخصوصا با صلح و جنگ افغانستان. چیز به این نام وجود داره و رسمیت پیدا خواهد کرد یا نه؟ بسیار تشکر از شما جناب آقای فیاض. بحث تشکیل یک شورای با صلاحیت تصمیم گیری در سطح کشور و در سطح دولت
در جلسه سه جانبه ای که بین رئیس جمهور محترم کشور و محترم کواتیارس و محترم حامد کرزی رئیس جمهور سابق برگزار شد، این بس دو جلسه مطرح بود و بین سید بزرگوار مصوب شد و توافق صورت گرفت. ولی اصل مسئله ایست که باید در سطح کشور و دولت یک شورای تصمیم گیری با صلاحیت موجود باشه که در مسائل کلان ملی تصمیم واحد بگیره و او تصمیم تصمیم نهایی باشه. همچنان بحث دیگه که تقریبا توافق شده بود در اون جلسه سرشی بود که شاملین این شورای تصمیم گیری باید محدود باشند و رئیس جمهور سابق و بزرگان احزاب در رابطه با جنگ و صلح تأثیر گذار هستند و به عنوان احزاب برجسته افغانستان به حساب می آیند، بزرگان این احزاب در این شورا شرکت داشته باشند که تعدادشان به 9 نفر می رسید. اما در رابطه با شورای 25 نفری و 20 نفری بحث صورت نگرفته، ما در جریان نیستیم و با همچه شورایی هم موافق نیستیم. ما دیشب با آقای سعادتی هم صحبتهای در ارتباط داشتم آقای جریر. حالا انکشاف همی صحبتهای شما با آقای غنی داشته یا در یک مرحله توقف کرد و بالاخره گپای تازه پیدا شد؟ یا نه؟ با جناب رئیس جمهور فقط در رابطه با این که چگونه کارستان از بنبست بیرون شود، چطور در این طرف یک اجماع سیاسی شکل بگیره و چگونه بتوانیم یک طرح واحد داشته باشیم، در این رابطه بحث صورت گرفته و ما او بحثا را مهم میدانیم به شرطی که ارگ و او بحثا اهتمام کنه و پابندی داشته باشه. قرینه های از ایجاد یک اجماع یا ایجاد شورای که بتان از دل از او یک اجماع با وجود بیاید دیده میشه یا نمیشه؟ مهمترین بحثی است که چه در سطح خارج از کشور چه در سطح داخل این ضرورت محسوس است که در سطح کل کشور یک شورای با صلاحیت تصمیم گیری، گاله هر نامی برش مانند، شورای عالی دولت مانند یا اسم دیگه، ولی بحثی است که یک شورای تصمیم گیری باشه که در مسائل کلان ملی تصمیمای نهایی را بگیره. این ضرورت تقریبا از طرف شخصیت‌های بزرگ داخلی ما و از طرف کشورهای مهمه که در قضیه افغانستان نقش دارن از طرف اونا به وضاحت بیان شده. به این خاطر فکر میکنم شرایط برای تشکیل همت یک شورا آماده است. چقدر رئیس جمهور در صحبت های مقدماتی که شما گفتین سه نفره بود، در رئیس جمهور آقای کرزی و آقای حکمتیار روی اصول توافق کرد، پذیرفت که میسازه؟ در اون جلسه رئیس جمهور سابق و حکمتیار صاحب جمعاً به این توافق کردن که شورای عالی دولت و یک شورای تصمیم گیری و با صلاحیت باید شکل بگیره و با صلاحیت باشه و تعدادش محدود باشه. در اون جلسه از 8-9 نفر نام گرفته شده، از 8 نفر سر بعضی ها ملاحظه بوده، ولی واقعیتی است که این شورا آنچه اتفاق بوده این شورا باید محدود باشه. همچنان بزرگان سیاسی که من شخصا خودم در روزهای اخیر با تعدادی از بزرگان سیاسی برجسته کشور صحبت داشتم، اکثریت اونا به این نظر هستن که شاملین این شورا باید محدود باشه. چرا؟ اگر شورا شاملینش زیاد و گسترده باشه، در اون صورت باز رسیدن به یک اجماع مشکل میشه. کیها پیشنهاد شد آقای جریر؟ از جریان های سیاسی، تنظیم های جهادی، افراد مستقل، افراد جامعه مدنی، کیها؟ عرض کردم که در اوج
بحثی بوده که دو رئیس جمهور کشور و رهبران احزاب تاثیرگذاری که در جنگ صلح تاثیر دارند اینا باید شرکت کنند. ما با جامعه مدنی هیچ مشکل نداریم، با بخش‌های دیگه، با شخصیت‌های سیاسی هم هیچ مشکلی کسی نداره. بس مشکل نیست، لااقل در لایه تصمیم گیری ها باید باشن مردم. تنها چند نفر که رهبر یک حزب هستن نمیتونن نمایندگی کنن از مردم. آیا برای افراد غیر وابسته یا افرادی که نمایندگی میکنه از سطح پایین جامعه هم چیزی در نظر گرفته شده یا تنها خلاصه میشه با چند حزب سیاسی که بیشتر گفته میشه نفوذ دارن، مردم دارن، سلاح دارن؟ یه پیاس هم چیز دقیقی را گفته، کسایی که از مردم نمایندگی میکنن، جامعه مدنی از کدام مردم نمایندگی میکنن؟ مردم منظورتان منظور مردم افغانستان است و یا ای که شخصیت های مستقلی که از مردم افغانستان نمایندگی کنند؟ با ما نشان بدین کیا هستند. ولی احزاب که ما میگیم هر کدامشان چه زیاد چه کم از یک بخشی از مردم که همراه از اونا هستند نمایندگی میکنند. یعنی ایجا مهم تشکیل یک شورای با صلاحیتی است که در مسائل کلان ملی اونا تصمیم بگیرن و در جنگ و صلح تاثیر داشته باشن. آیا کسایی که قربانی جنگ هستن فکر میکنین که مردم در کنارشان نیست، حق ندارن در این شورا باشن از دید شما آقای جریر؟ دی شک نیست، میشه شوراهای کلانتر باشه که اونا می بزرگا همراهشان بشینن مشوره بکنن و در اون شوراها جمع غفیری از شخصیت های مستقل که حق دارند این مشوره ها نظر از اونها خواسته شود، جامعه مدنی، بخش بزرگی از خانما و قربانیان جنگ شرکت داشته. به هر حال این شورا تا بال رسمیت پیدا نکرد آنچه که شما گفتین و به عنوان یک ضرورت بین سه نفر تاثیرگذار، آقای غنی، آقای کرزی مخصوصاً مطرح شد با جناب آقای حکمتیار و قرار بود که ایجاد شود. اما در مورد میکانیزم و صلاحیت و یک شورای تصمیم ساز هنوز پسای خیلی متعدد وجود داره. فکر میکنین که این شورا در سطح مشوره آقای غنی را مجاب خواهد ساخت در تصمیم گیری ها یا این شورا تصمیم خواهند گرفت؟ ببینین به نظر ما اگر شورا مشورتی باشه خب یک شورای بی خاصیت خواهد بود. بحثی است که شورا باید تصمیم گیری باشه. یک سر مسائل در سر سطح کشور اتفاق می افته که تصمیم ملی نیاز داره، هم دولت در اون شرکت داشته باشه، هم اپوزیسیون دولت، هم گروه هایی که با هیچ کدام هم نوایی ندارن. خب یک تصمیم ملی گرفته شود، به خاطر گرفتن یک تصمیم ملی و ظاهر ساختن و به نمایش گذاشتن اجماع سیاسی خاصتا در امر صلح باید این شورا تشکیل شود. ضرورت تشکیل این شورا حتمی است و باید با صلاحیت باشد. اگر مشورتی باشد خب فایده ندارد، مثل شوراهای مشورتی که در گذشته دایر شده و اثر ملموسی نداشته. این شورا در ارتباط با صلح افغانستان حرف آخره باید بزنه و خواهد زد از دید شما؟ بله، از دید ما نه تنها در امر صلح بلکه هر امر مهم و کلان ملی باید به این شورا محول شود و مصوبات این شورا فیصله نهایی تلقی شود. ضرورت ایجاد اجماع ملی بیشتر به خاطر صلح احساس میشه آقای جریر، اما ما در کنار احتمال ایجاد این شورا یک شورای دیگه هم به نام شورای عالی مصالحه داریم. حالا اگر این شورا تشکیل میشه احتمالاً با چیزی که شما پیشنهاد کردین، سرنوشت شورای عالی مصالحه چی میشه؟ بس صلح هست کدام طرف مدیریت خواهد شد؟ این شورا یا شورای عالی صلح؟ بعضی ها هستن که بیمیل نیستن که شورای عالی مصالحه به کنار برود و جایش را بتا به یک شورای دیگه، ولی از دید ما شورای عالی مصالحه باید سر جایش باشه. حالا کاری کرده نکرده مربوط خودش است، اما این شورا
هرگز نباید جای شورای عالی مصالحه را بگیره. این شورا در سطح کشور آقا جریر ما در مرحله میرسیم در حوزه صلح افغانستان که بالاخره یک رکن رسمی تصمیم گیری بکنه. در اون صورت شما تحت چتر شورای عالی مصالحه معادلات صلح را ردیف میکنین یا شورای عالی مصالحه بیای از شما نظرخواهی بکنه و اجرایی کنه نظریات شما را در حوزه صلح؟ من فکر میکنم این شورا، شورای عالی دولت یا شورای تصمیم گیری با صلاحیت، هر نامی که سرش مانده میشه، در پهلوی دولت یک شورایی است که در مسائل کلان ملی از جمله صلح تصمیم نهایی را میگیرد که طبعا در رابطه با صلح هم اینا تصمیم میگیرد. پس شورای عالی مصالحه یک شورای سمبولیک و نمادین خواهد بود؟ بله. خب ما نمیگیم که باید یک شورای سمبولیک باشه، باید کار میکرد و واقعا وقت مناسبی داشت، اما دید ما ایست که این شورا به هیچ صورتی جای شورای عالی مصالحه را نباید بگیرد. پرسشی است که وقتی شما تصمیم میگیرین در حوزه سال شورای عالی مصالحه چی کار است و چی میکنه؟ خب فرقش ایست که شورای عالی مصالحه فقط به کار صلح میپردازه، اما این شورا غیر از صلح مسائل کلان دیگه ملی هم مربوط. شما گفتین آقای جریر که احتمالا در بحث صلح شورا حرف آخره بزنه. حالا اگر این شورا در ارتباط با صلح ضمن موضوعات دیگه که ردیف میشه حرف آخره بزنه، وجود شورای عالی مصالحه چی مفهوم؟ از دید ما شورای عالی مصالحه کار خود باید بکنه. چی کار باید بکنه؟ هنوز نکرده و مربوط خودش است. حالا تصمیم شما میگیرین شورای مصالحه چی کارا باید بکنه؟ لاقل تصمیم ما نمیگیریم، تصمیم شورای با صلاحیت. منظور من شورای با صلاحیت، همین شورای با صلاحیت. بله بله. اگر همین شورای با صلاحیت تصمیم میگیره وجود شورا، مثل که در تمام مسائل باید تصمیم بگیره، در رابطه با صلح هم تصمیم میگیره. از دید ما شورای علی مصالحه باید سر جاش باشه، کارهای خود بکنه. یک مقدار تداخل کاری و یک پراگندگی ذهنی هم در ارتباط با آدرس‌های رسمی هنوز هست آقای جریر. فکر میکنین که اگر قرار باشه آقای غنی تن به تبعی مسئله، یک مقدار کار بیشتر پیچیده تر خواهد ساخت؟ شورای عالی مصالحه لااقل یک آدرس رسمی در حوزه بین الملل و منطقه هم هست که سفرهای متعدد از اون اجرا شده و در سطح بین المللی هم رسمیت داره. اگر رئیس جمهور مبادرت میورزه بر اساس یک توافق داخلی، فکر نمیکنین که این تضاد یا تداخل کاری کار بیشتر پیچیده بسازه یا نه؟ فیاض یادتان باشه که شما در رابطه با صلح بحث میکنین، صلحی که فعلا به بنبست رسیده، در این طرف یک اجماع وجود نداره. شورای عالی مصالحه و دولت هیچ کدامشان نتانستن یک اجماع سیاسی رو به وجود بیارن. فلیاز این شورایی که تشکیل میشه کارش با وجود آوردن یک اجماع سیاسی و یک طرح واحد صلح هست از این طرف، کسایی که دولت هستند و کسایی که دولت نیستند، اینا در چوکات شورا حاضر میشن و سر یک طرح واحد صلح و توافق میرسن. تاوان شورای عالی مصالحه و دولت نتوانستند خودشان طرح واحد صلح داشته باشند. خب یک طرح واحد صلح در سطح کل کشور و در سطح ملی که اصلا وجود نداره. به خاطر به وجود آوردن یک طرح واحد صلح و اجماع سیاسی، تشکیل این شورا لازمی است و یک کاری است که شورای عالی مصالحه نتانسته تانوز انجام بده و مربوط شورای عالی مصالحه هم اجماع ملی در مسائل کلان ملی نمیشه. کار شورای عالی مصالحه پرداختن فقط به کار صلح است. تا چی میزان احتمال رسمیت پذیری شورا میره از این شما آقای جریر؟ به نظر ما یک ضرورت است. دوران نه، صرف نظر از بحث ضرورت فعلی ایجاب میکنه که هم یک شورا وجود داشته باشه. حالا یکی بحث های ضرورت است، یکی بحث هایی که آنچی باید باشد است، و یکی بحث است که آقای غنی تا بار را انجام داده و دیدگاه های متضاد هم در اطراف از او شکل گرفته. حالا اینو شسته که شد و انتظارات که شما مطرح کردین منتج به ایجاد این شورا خواهد شد یا او گفتگوها فقط به عنوان یک گفتگوها نقطه پایان خواهد یافت؟ من فکر میکنم ضرورت های مبرم است که با شدها را میسازد.
به هر صورت درک ما ایست که این شورا در این نمی شرایط لازم است. ما به یک اجماع سیاسی ضرورت داریم، ما به یک طرح واحد صلح ضرورت داریم، همچنان در مسائل کلان ملی باید یک مجمع با صلاحیتی وجود داشته باشه که تصمیم بگیره. بیا به شکل بپرسیم آقای جری، شما با آقای غنی، آقای حکمتیار صحبت کرد و پیشنهاد شد برای یک شورای تصمیم ساز در سطح دولت. حالا بحث عمده ای است که در وجود و اراده آقای غنی نسبت به ایجاد اجماع و نسبت به انکشاف مثبت تغییرات آمده، انتقادهای قبلا از جانب شما وارد بود. فکر میکنین که آقای غنی متمایل به ایجاد شورا هست و حالا میخواه اجماعش شکل بگیره و اجماع ایجاد شود یا نه؟ به هر صورت مشکلات حزب اسلامی با دولت و با ریاست جمهوری و در مجموع ارگ کلاف سابق پابرجاست. ما در این جلسه سه نفره راجع به مشکلات بین حزب اسلامی و دولت هرگز نپرداختیم و نباید پرداخته میشد. ولی درک ما ایست که رئیس جمهور و دولت دیگه در اون جایگاه سابق نیستند که به این فکر باشند که خودشان به تنهایی در همه مسائل باید تصمیم بگیرند. وضعیت کشور به گونه است که هر تصمیم گیرنده سعی میکنه مسئولیت تصمیم گیری را باید شریک بسازه به یک جماعه بزرگتر. آخرین پرسش آقای جریر، فکر میکنین که آرام آرام کابل امیدوار میشه که ما میریم برای بحث صلح از مجرای یک گفتگوی قدرتمند درونی با اجماع نظر، یا هنوز هم چالش ها تهدید میکنه روند سیاسی صلح؟ من فکر میکنم هنوز هم چانس روند سیاسی صلح پابرجاست. کنفرانس ترکیه هنوز هم احتمالش حتمی است، ولی قبل از اون باید کارهای صورت بگیره. اجماع سیاسی در داخل افغانستان، طرح واحد از طرف جمهوریت و همچنان یک سری کارهای دیگه و خاطر رایزنی های لازم با جناح طالبان در هر سطحی که باشد باید انجام شود. در روز عید شما شاهد بودین که طالبان بزرگایشان آمدن و عید مبارکی در دوها با هیئت دولت، خوب ای سابقه نداشته، یک نشان مثبت است. من فکر میکنم قبل از رفتن به کنفرانس ترکیه، علاوه به این که ما یک اجماع سیاسی رو در اینجا شکل میتیم و طرح واحدی به توافق میرسیم، رایزنی های به اصطلاح کارشناسانه هم باید با جهت طالبان انجام شد. یعنی یک کار خانگی قبل از قبل باید صورت بگیرد که ما را به این امیدوار بسازه که افغانها از جلسه ترکیه با دست پر برمی‌خیزند. بسیار زیاد تشکر جناب آقای جریر از این حضور یافتین. ممنونتان. همایون جریر عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان بود که در ارتباط با انکشاف ایجاد شورای احتمالی تصمیم ساز در رأس دولت صحبت میکرد. با ما جعفر مهدوی از حزب ملت افغانستان از کابل وصل هستن. خوش آمدید شما آقای مهدوی. پرسش خواستم هم در ارتباط به یک کانتکس پیچیده صلح افغانستان است که یک مقدار نگرانی ها را هم در پی داشته و در حال ما از ایجاد یک شورای تصمیم ساز و اجماع ملی صحبت میکنیم که اختلاف نظرها بین آقای دوستم و ریاست جمهوری نگرانی ها را حداقل در حوزه شمال شکل داده. ما به کدام سمت میریم؟ فکر میکنین که اوضاع آرام آرام درست میشه در کابل یا هنوز هم خطر جدی تضاد نظرها و حداقل مو صفبندی ها و آرایش های سیاسی وجود داره در درون؟ ببینید، ما فعلا چه در عرصه پروسه صلح افغانستان و چه در بحثی که فعلا در این روزها مطرح شده تحت عنوان اجماع ملی، گره همه موضوعات و مشکلات به یک شخص خلاصه میشه اگر دقیق تر بگوییم، و اون شخص هم آقای غنی هست که آقای غنی هم در پروسه صلح به دنبال سبوتاژ پروسه صلح بودن و همی که در وضعیت موجود برای ایجاد اجماع
در حوزه جمهوریت تصمیم شخص آقای غنی تعیین کننده است، یعنی که آیا آقای غنی با توجه به اینکه حکومتش با بحران جدی مشروعیت مواجه است، آیا حاضر هست که این اصل را بپذیره که باید در ارتباط با تغییر وضعیت سیاسی حوزه جمهوریت آیا میخواهد قدمی برداره یا نه؟ اگر قدم بر نداره، یقینا وضعیت حوزه جمهوریت در پرسه صلح افغانستان کاملا مشخص است. طالبان امرا یک حلقه دو سه نفره به عنوان نمایندگان مردم افغانستان هرگز سر میز مذاکره نه. آقای مهدوی، من با آقای جریر هم صحبت داشتم، پیشتر با آقای ستار مرادم از حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی افغانستان. حداقل هر دو مهمان مستقیم و تلویحی معتقد به این بودند که یک فضای جبرگرایانه شکل گرفته، یک فضایی که اگر آقای غنی نخواهم باید به طرف یک اجماع بره. فکر میکنین که شرایط موجود آقای غنی را میکشانه با این طرف یا نه؟ سوال دارم از دوستان. سوال من است که اجماع پیرامون چی؟ یعنی بالاخره یک مسئله باشه، یک بحثی باشه که سر از اجماع صورت بگیره. اگر اجماع سر بر حال ای که ما مذاکره کنیم، صلح خوب است، جنگ بد است، من فکر نمی کنم کسی در افغانستان طرفدار ادامه جنگ باشه به جز آقای غنی و ای که صلح بد است. باید آقای غنی در قدم اول بحث بحران مشروعیت خودش و حکومتش را مسئلهش حل بکنند. حل مسئله در گروی ایجاد اجماع ملی یا همین شورای عالی دولت است و این زمان شکل میگیره که آقای غنی حاضر باشه صلاحیت های تصمیم گیری رو در عرصه های مهم سیاسی، امنیتی و بحث پروسه صلح بیایه، با مجموعی از رهبران سیاسی کشور شریک بسازد. اگر این شراکت وجود نداشته باشه، آدرس های سیاسی مؤثر در افغانستان خود در تصمیم گیری های حکومت شریک ندانه، من فکر نمی کنم دیگه آقای حکمتیار یا مثلا آقای کرزه یا استاد سیاف یا هر کدام از رهبران سیاسی مؤثر در افغانستان انگیزه شراکت. یعنی چی؟ منظورتان چی است؟ شراکت یعنی چی؟ آقای غنی، مگه نکته خدمت شما عرض کنم، آقای غنی بسیار واضح است، فقط به دنبال تمدید حکومت خود است و هر آدرسی که بتونه این تضمین برای آقای غنی بده، آقای غنی حاضر است که امرش هر گونه معامله بکنه. طالب است، پاکستان است، امریکا است، رهبران سیاسی است، هر کسی که است. اگر من میخوایم یک نکته را، من صحبت های جریر صاحب شنیدم، بسیار خوشبینانه بود و ما آرزو داریم که در افغانستان همین قدر نیت ها خوشبینانه باشه که بتونیم افغانستان را به سمت صلح و ثبات حرکت بدیم. اما باور من است که آقای غنی اگر اجماع ملی بدون شراکت در قدرت و توزیع تصمیم گیری ها در حوزه های مهم نباشه، اجماع ملی شکل نمیگیره و من هنوز شراکت در قدرت باید تمام احزاب سیاسی شامل حکومت شوند، شامل امتیازات حکومت شوند. از شما بله، من با اجازه بدید یک باریکی بسیار مهم اینجا است، من نامش شراکت در قدرت نمیگذارم، من نامش شراکت در تصمیم گیری میگذارم. شراکت در قدرت یعنی است که این وزیر از من بگیر، این سفیر از من بگیر، این والی از من بگیر. بله. من میگم که حکومت با این ساختار کست باشه، با می وزیرا، با می والیا، با می موضوعات، اما تصمیم گیری های کلان در عرصه صلح، تصمیم گیری کلان در عرصه های سیاسی کشور، در عرصه سیاست خارجی، در سیاست های امنیتی، در ارتباط با موضوعاتی که پیامدها و ابعاد ملی پیدا میکنه، باید با تصمیم مشترک مجموعه محدودی از رهبران سیاسی صورت بگیره که این موضوع هرگز آقای غنی تن به این موضوع نخواهد داد. در شرایط نرمال آقای مراد هم معتقد به این بود، حالا از بود حقوقی آقای غنی صلاحیت داره با اون رئیس جمهور که صلاحیت های خود اعمال بکنه، تمثیل کنه قانون اساسی افغانستان را، صرف نظر از تصمیم گیری ها از شورای از جنای سیاسی. حالا اگه تصمیم گیری ها از بود اخلاقی صورت میگیره حرف نیست، اما از بود الزامی چیزی که به عنوان نقطه الزام نسبت برای جمهور گریز شده باشه نیست. اما از بود شرایط موجود سیاسی، از بود بحران موجود، طبیعی است که یک ضرورت است و آقای غنی نیاز به اجماع داره، نیاز به شراکت داره که این شراکت شکل بگیره. فکر میکنین که به مو پیمانه که آقای غنی ضرورت به یک اجماع داره، نظر به یک تهدیدی که احساس میکنه، جنای سیاسی دیگه این ضرورت احساس میکنن یا نه؟ ببینید، هر کسی که افغان است، هر کسی که دلش برای وطن میسوزه
بر حال از ایجاد اجماع ملی قطعاً بدش نمیاد، بلکه آرزوی هر افغان است که در این شرایط موجود مجموع آدرسهای سیاسی در کنار حکومت بتانند یک تیم واحد تشکیل بتن و با یک دایه قوی سر میز مذاکره حاضر شه، و یقینا در اون صورت ما زودتر میتونیم به پروسی ما زودتر میتونیم به صلح دست پیدا بکنیم. اما واقعیتی است که نیت آقای غنی فهم ما است، شاید بدبینانه باشه، اما خب دیر نخواهد بود، بین یکی دو هفته معلوم میشه. فهم ما است که آقای غنی بیشتر تلاش میکنه در شرایط موجود که یک مقداری تحت فشار قرار داره، قوتهای خارجی در حال برآمدن است، تلاش میکنه که به یک مدت زمان بخره و تعداد از رهبرای سیاسی رو با خود مصروف بسازه. و اما ما اراده، یعنی ما هیچ تغییر رفتاری در رفتارها و تصمیمگیری‌های آقای غنی نمیبینم که بیاید قدرت را یا حداقل صلاحیت تصمیمگیری رو با بخش شریک بسازه، که رهبران سیاسی افغانستان ما دچار مشکل هستیم، سرنوشت مشترک داریم، بیاییم سر این موضوعات مشترک تصمیم بگیریم. آقای غنی یقیناً به هیچ وجه حاضر نخواهد شد که حوزه صلاحیت‌های خود مشترک کنه، شریک بسازه با رهبران سیاسی، و رهبران سیاسی زمانی که به این جنبندی برسه که آقای غنی تصمیم نداره حوزه صلاحیت و تصمیم‌گیری‌ها را شریک بسازه با بقیه اعضا و رهبران سیاسی، یقیناً اونا باز هم به هر حال همراهی نخواهند کرد با آقای غنی، و باز این موضوع به بنبست مواجه میشه. به این خاطر من خوشبینی آقای جریر را ندارم، هرچند که آرزو میکنیم و بسیار خوش میشم و امیدوار هستم که انشالله و مجموعه آدرسهای سیاسی بتانه به یک اجماع دست پیدا بکنه، و ما همونطوری که از رسانه ها میشنیم زودتر شاید شکلگیری شورای عالی دولت باشیم. این نیاز مردم افغانستان است، این ضرورت حوزه جمهوریت است برای موفق شدن برای رسیدن به صلح عادلانه پایدار. اما ما هیچ نشانه ای از تغییر رفتار و ذهنیت آقای غنی برای پذیرش اجماع ملی و ای که برای اجماع ملی یک قدم عملی برداره من شخصا نمیبینم. آقای مهدوی، ما یک لبه از چالش و فرصت درست قرار گرفتیم. شما روی فاکتورها و عناصر تاثیرگذار سر یک اجماع هم صحبت کردین، سر مواردی که ما را به فروپاشی هم میبره. حالا تعداد معتقد به این هستند که لجاجت آقای غنی، و اگر ما او را با این عدم انعطاف تشبیه بکنیم، عدم انعطاف آقای غنی در تصمیم های کلان صرف نظر از مشوره گیری با احزاب سیاسی که منتج به ایجاد یک شورای عالی میشه یا منتج به ایجاد یک نهاده که هر نامش هم ایمانیم که میشه که تصمیما مشترک باشه، ما را میبره به لبه بحران و همه سقوط میکنن. تنها حکومت نه، تنها آقای غنی نه، بلکه جیرانی سیاسی دیگه. حالا در این وسط فکر میکنین که مسیر چی هست؟ نقطه های بازدارنده و کنترل کننده هم وجود داره، یا تصمیمات جیرانی سیاسی فارغ از ارگ ریاست جمهوری خیلی روزمره زده و منتظر کنش های آقای غنی هستن؟ آقای غنی دو رای حل داره، یا میتونه لجاجت بکنه همونطوری که تا حال بوده و کشور به سمت بحران و نهایتا فروپاشی سوق بده. یقینا آدرسهای سیاسی همراهی نخواهند کرد با حکومت، طالبان جنگ را بعد از 11 سپتامبر تشدید خواهند کرد، و یقینا طالبان آجنداش بعد از 11 سپتامبر سقوط حکومت از طریق مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز خواهد بود. یک رای حل است. رای حل بعدی است که آقای غنی بیایه و برای وطن فکر بکنه و برای نجات وطن فکر بکنه، و بیایه به شورای عالی دولت برای رسیدن به یک اجماع ملی برای مدیریت بحران در کشور و تقویت موضع جمهوریت برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار است که بیایه مجموعه از رهبران سیاسی که تمام از همه اقوام و مجموعه سیاسی نمایندگی بکنه اینها را جمع بکنه، و بیایه حوزه صلاحیت های حکومت را در عرصه های کلان کشور سیاسی، امنیتی، اقتصادی بیایه و صلاحیت تصمیم گیری را به شورای عالی دولت واگذار بکنه. در اون صورت مجموعی از آدرس های سیاسی که هر کدام از اونها نمایندگی از بخش از مردم افغانستان میکنه، خود مسئول و مکلف میدانه به حمایت از حوزه جمهوریت، که نماینده حوزه جمهوریت در اون صورت حکومت خواهد بود، و یقینا در اون صورت حکومت افغانستان و شخص آقای غنی میتونه با دست پرتر و میتونه با یک منطق و دایه قوی تر سر میز مذاکره حاضر شه، و طالبان هم در اون صورت نمیتونه نادیده بگیره. یک مقدار همی بس جمع هم کنیم آقای مهدوی، و یکم همی دایره را هم بزرگتر بکنیم. با انکشافات که قرار است اتفاق بیفته در حوزه صلح و جنگ افغانستان، چی انتظار میره؟ فکر میکنین با تلاش های درونی برای اجماع و فشارهای بیرونی
برای تقسیم منافع یا تصمیم منافع کشورهای منطقه ما به کدام سمت میریم؟ فکر میکنین که هنوز هم گزینه های رسیدن رای حل سیاسی از طریق دیالوگ محسوس است یا دیگر زمان از او گذشته؟ فکر میکنم بحث اجماعی ملی یک فرصت است. یعنی میشه برش بگیم آخرین نقطه امید که آقای غنی اگر این فرصت را مغتنم بشماره، بله امیدواری بسیار جدی است. همونطور که جریر صاحب صحبت کردن، مراد صاحب از حزب جمعیت و دیگه مجموعه سیاسی، همگی نسبت به وجود آمدن یک اجماع و ایجاد شورای عالی دولت خوشبین هستند. مشروطی به این که آقای غنی باید صلاحیت ها را واگذار بکنه به شورای عالی دولت و شخصا تصمیم گیری نکنه که کشور به سمت بحران ببره. یک فرصت است برای آقای غنی، حکومتش دوام میکنه در صورت و خودش هم رو سفید پیش مردم خواهد بود و ما میتونیم کشور از بحران و فروپاشی نجات بدیم. اما آقای غنی اگر بحث اجماع را وجود نیاره و حوزه صلاحیت ها را سهیم نسازه با آدرس های سیاسی، یقینا به تنهایی در برابر فشار طالب مخصوصا بعد از 11 سپتامبر دوام نخواهد آورد. کابل و بسیار از ولایت ها ممکنه سقوط بکنه. اگر سقوط هم نکنه، افغانستان دوباره به یک ویرانه تبدیل میشه و هیچ آدرس سیاسی دیگه انگیزه نداره در کنار آقای غنی استاد شود. منظورتان آقای مدوی است، منظورتان از تعریف صلاحیت ها صلاحیت های تصمیم گیری است در سطح شورا؟ بله، صلاحیت های تصمیم گیری در عرصه‌های سیاسی کلان داخلی، صلاحیت تصمیم گیری در ارتباط با سیاست های خارجی کشور، صلاحیت تصمیم گیری در ارتباط با موضوعات امنیتی کلان کشور، صلاحیت تصمیم گیری در ارتباط با موضوع صلح و موضوعاتی که به ارتباط منافع کلان ملی افغانستان یک شورای نیم بند دیگه هم هست. حالا ما با تعدد از شوراها هم تقریبا مواجه میشیم. یک شورای نیم بند دیگه هم در حوزه صلح افغانستان است که رهبریش آقای عبدالله داره و انتقادهای هم نسبت به او تا بالا زیاد وجود داشته. حالا اگر این شورا با صلاحیت های کلان که یک بخشش صلح هم میتونه باشه، با آقای جری همی صحبت کردیم، تعدد آدرس های مشخص در حوزه صلح مخصوصا خودش سبب ایجاد یک پیچیدگی دیگه میشه؟ نه، به خاطر که شورای عالی مصالحه فعلا تبدیل شده به یک واحد بودجوی از حکومت افغانستان و عملا بیشتر صلاحیت ها در این عرصه به دست هر ریاست جمهوری است. چیزی که شما به عنوان شورای عالی مصالحه میبینید، نقش سکرتریت ارگ یا دارالانشای ارگ در امور صلح به عهده داره. وقتی ما شورای عالی دولت صحبت میکنیم، دولت یعنی عمی از حکومت و قوه مقننه و قضایه و مجموعی پرسی جنگ و صلح افغانستان و کلیت تحولات افغانستان که صلاحیت تصمیم گیری باید در اختیار شورا قرار بگیره. یعنی این شورا عمی از حکومت یا قوه اجرایی است. وقتی عمی از اونا بود، طبعا پرسی صلح، رهبری پرسی صلح، تصمیم گیری به ارتباط جنگ و صلح و تمام ارتباطات سیاست های منطقی، سیاست های جهانی همه در اختیار این شورا خواهد بود. منظور می است شما از یک احتمال توهم سقوط حرف زده این که اگر آقای غنی کار نکنه بالاخره همه سقوط میکنن. حالا یک بحث عمومی است و منظور از سقوط آقای غنی به عنوان یک فرد در رأس حکومت، سقوط نظام همچنان هست و یک تلاش برای کنترل این وضعیت، رای حل دیگه هم هست که آقای غنی را مجاب کنه تا بیای به این طرف اگر آقای غنی هنوز هم قناعت نداشته باشه؟ هیچ رای حل جز ایجاد اجماع ملی و جمع شدن مجموعه آدرس های سیاسی پیرامون منافع کلان ملی افغانستان وجود نداره و رای حل از اون است که شورای عالی دولت به وجود بیاد و آقای غنی تمام صلاحیت ها را در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کلان کشور صلاحیت تصمیم گیری به شورا واگذار کنه. دیگه هیچ رای حل وجود نداره. بسیار زیاد تشکر جناب آقای مهدوی از اینکه حضور یافتین. ممنونتان. تشکر. دکتر جعفر مهدوی از حزب ملت افغانستان با ما بود. تشکر از آقای جریر، همچنان از آقای مراد. از شما بینندگان عزیز که دیدن بس ما رو دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.